خوب سلام است، سلام، تمام سید، يلا ببخشید آقا شما راحت سید، باشید. عذر میخوام، من دراز کشیدم، نه ببخشید، نه 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 شما تاج سر منی، شما عزیز قربونتون برم، ممنونم. شما خوب عزیز هستی؟ من خوبم. شما دایرکت با من، ببین من دایرکت که جواب نمیدم، میخونم ولی بله، جواب باز نفتدم یه بار، اهل تبریز بودم. زنده باشی. فکر میکنم رو واتساپ حرف زدی یا رو خود نه تو این نیستا، کی؟ مال کی این ما داستان؟ مال 2 هفته پیش فکر خدا کنم. حافظه ندارم، عباس که درگیر زد. در هر صورت اینا رو ولش کن، خیلی خوش اومدی، مقدمت گلبانو قربونتون برم، تاج سر ممنونم، فردا برداشت. فکر چطوری دارم؟ ایشالله هرچی از خدا بخوای بهتون بده. به شما هم همینطور، به شما سلامت. ممنونم، انشالله از اون فداتون شهر بشم. بلند شی، ببینیمت راه میری، زندگیتو، امور زندگیتو خودت به خودت انجام بدی. عزیز دل منی، تاج دورت سر. بگیر، اگر کاری ممنونم. از دست ما میاد خود تا دا به ساکن برای نه بعد سلامتی دعا برات میکنم. اومدم با اتون حرف بزنم ای همین. جانم ای جانم ای جانم ای جانم، خیلی خوش قربونتون، ای فضاتو جانم. بشتم. من دوستان عذر میخوام، دراز کشیدم، من اصلا معلول حرفان ندارم، جسمی هستم اصلا شما به بیا رو خاطر سر و من، رو سخت سر من دراز بکشید. قربونتون، فضاتو بشم، دورتو بسیار بگردم. بله، من اهل بگیرم تبریزم آغزه، جون دلم. تقریبا الان 9 سال پامو از دست دادم، دیگه نمیتونم راه برم و ولی متاسفم. خدا رو شکر میکنم که دوست خداوند درست سمو ازم گرفت، ولی دوستای خوبی مثل شما داده به ای جانم ای جانم ای جانم، بایگونتون دردش به کنم ای عدد جانم. بشم. خب این یعنی قبل از این 9 سالی که گذشته و شما این مشکل براتون پیش اومده بود، همه چی اوکی بود دیگه، درسته؟ من از سن 17 سالگی تا سن 28 سالگی کار میکردم، کارم حسابداری بود. بعد من ماشاءالله. گوز کمر در آوردم، یعنی گوز در آوردم. قوز من کمر، بله. رفتم عمل که تو عمل به نقاط آسیب رسوندم و دیگه ماشاءالله. نتونستم راه برم. و آسید، من از خداوند هیچ گله‌ای ندارم، چون خیلی قسمت خوب. همین بود، قسمت ماشاءالله. همین بود، قربون خدا برم، ولی از بنده خوش ناراضیم. آقا سید، میدونی چرا همه بنده هاشتن ها؟ آقا سید، من اینو میگم، من یه جوان 35 سال هستم، خب من میگم وقتی چرا من سر وقتی سر کار بودم، سالم بودم، ازم کار میکشیدم، ولی الان که این اتفاق افتاده چرا باید، یعنی آقا سید به خدا یه ماه طول نکشید من از کار انداختم بیرون. آقا سید، الان اگه دوستام نباشن من نمیتونم زندگی کنم، دوستان به داغ هم کمک میکنن. آقا سید، خودتو میتونی تو این جامعه به معلولین اصلا توجهی نمیکنن، به ما متاسفم. ماهی 300 تومن میدن، خواهرم من معلوله، به اون 300 تومن، به من 350، چون اون شدیده، من خیلی شدید، چرا باید اینجوری بشه؟ واقعا متاسفم از هم از اتفاقی که برای شما افتاده و همین حرکت ناپسند و عدم عنایت به شما عزیزان تاج سرانمون کم میشه. واقعا من متاسفم و مایه ننگ میدونم اینو برای اون انسان ها، اون مسئولینی که باید همه همتشون رو بذارن که شما هیچ کم و کسری نداشته باشید. آقا سید ببینید، من یه چیزی بگم، قربونون اسم تو بگم که سید هستیم، ممنونتم، انشالله جدم نگه دارد. قربون تو بگم، ممنونم، به خداوندی خدا کردم و من اینو یعنی با وجودم میگم،
اینجا میگن دنیای مجازی، ولی من نمیگم دنیای مجازی، اینجا دنیای واقعیه. چون من یه دوستایی پیدا کردم از آقا برادر خودم نزدیک، یعنی بیشتر دوستشو دارم، آفرین آفرین آفرین. چون دوستای من یا خواهرم خب یا خواهرم فرقی نمی کنه. زنده یعنی باشه، اونقدر انشالله چیز اگر دارم. انشالله ما رو به عنوان یه دوست و برادر قبول بکنی، دارد برادریمون فکر هست. دارد بگردم عزیز دل منی، هر کاری هم فکر آقا کنی اگر سید، دست من وقتی بر من بیاد خواهم من در آقا سید خدمتتم. بودن. آقا سید ببینین، وقتی ما تن مسالمه مثل پروانه دور برمون میترخه، درسته؟ وقتی جسممون یه طرف بون از کار میرفته، دیگه اون نیستیم، همه ترکمون میکنن. ولی تو دنیای مجازی یه دوستایی پیدا کردم، به خدا از خواهرم از برادر بیشتر ازشون دارم، درود به غیرت همشون، درود به شرف همشون. به خدا. انشاءالله که این برادری ها و این دوستی ها مستدام بمونه و قربونه یه انرژی خوب بهت بده و داده، معلومه از این انرژی خوبی که اطرافیان دوستداران هوادارات بهت میدن معلومه، از گفتارت، از تکلمت، از اندیشه زیبات معلومه. خب یه کمال همنشین در من اثر کرد. خب ببین این همه اثره که شما اینقدر پر انرژی و پر صلابت وای میسی، از دوستان دفاع میکنی و قربونه ستایش میکنی. درود بر تو، درود بر غیرتت، قربونه درود به اون دوستای آسه بزرگ یک دوار. اینا انشالله ما نباشن از من دوست و برادر هیچه. خودت قبول میکنی. قربونه تون حتی تو بشه با آسه یک به خدا. عزیزان من، حالا من یه هرسکای سوال من میکنم، تونه شکر میونه کنم سوال. شما به عنوان حسابدار کار میکردی دیگه، درست؟ بله من حساب داد. خب اللحاظ شما دستاتون که مشکلی نداره دیگه، درسته؟ آقا سید ببینین من چجور بگم، مثلا مثل یه آدم سالم نمیتونم، مثلا چایی بیارم به هم نمیتونم بردارم، باید بذارم زمین خودم یواش یواش بردارم، مثل مثلا گربی نمیتونم. نه خب یعنی آقا سید با من کامپیوتر و لپتاپ و به قول معروف اینجور چیزا نمیتونین کار بکنین؟ اینجوری هم نمیتونین کار بکنین؟ آقا میتونم. آقا سید من یه چیزی بگم، یه خاطر بگم، من تو سن 17 سالگی مدرک کامپیوتر گرفتم، یعنی مثلا 100 دفعه باشه، مثلا اینجوری بگم دهمین نفر من بودم آیتی گرفتم، بین المللی مدرک. آقا سید وقتی این اتفاق افتاد برام تو سن 22 سالگی بود، روز تولدم بود، روز تولدم رفتم اتاق. خب بعد این اتفاق افتاد برام، دیگه من تو این استایی نبودم، چون اعصابم حمله عصبی اومده بود کلا، یعنی چی شده بودم. 2 ماه اینا میگم 2 ماه 2 سال اینا از کار افتاده بوده کلا. بعد یواش یواش به خودم اومد. بعد آسید من مجبور شدم کامپیوترم بفروشم که با دستای خودم ساخته بودم، چون پول اینا رو نمیدونستم چی بیام. بعد دیگه رفتش، یعنی از خودم بیشتر دوست داشته بود کامپیوترم. بعد رفت، ولی خدا شکر با کمک دوستان اینا اونو خریدم، کامپیوتر رو گرفتم، بعد خوب شد. بعد آخه یه چیزی بگم، ما کلن تو این جامعه که زندگی میکنیم به ما معلولین هیچ اهمیتی نمیده، هیچ کس. درسته؟ اصلا تنها من، تمام معلولی، تنها من نیستم، کلا میگم، خب کلا میگم این اتفاق تنها واسه من نیست، واسه همه دوست داره.
بعد ایشالا که مشکل شما برطرف میشه. من این سوال پرسیدم جسارت نباشه، گفتم که مثلا اگه بتونین به قول معروف حالا از طریق لپتاپ، چون حسابدارم هستین، مثلا خیلی هستن دوستانی میدونین که الان تو عصر کرونا هستیم و خیلی کارا از خلال فضای مجازی درست میشه، آموزش کارا اینا از داخل خونه میشنه، تو خونه ارتباطش وصل میکنه حالا با شرکتش، با مردمش، با شاگرداش، با سابکارش ارتباطش رو برقرار میکنه از خلال همین سیستم سوشیال میدیاله یا فضای مجازی واتساپ اینا. گفتم اگه اینجوری باشه مثلا شما به قول معروف شرکتی باشه، دوستانی باشن کارهای حساب دارید دارن، اینو میتونین شما براشون انجام بدین؟ بله یه حسابداری هزینه ای به قول معروف به عنوان چه فرق میکنه بله باشه میتونم شرکتی از داخل خونه؟ بله آقا سید، من به خدا میکسای میکردم، میکس خب، میکس عروسی اینا خب، یا هر چیزی، یا مثلا فوتوشاپ اینا کار میکردم، خیلی خیلی خوب بود واسه روحیم. خب دیگه کم کم شد، خود رو میتونید، تو کوج کرونا بود، عروسی ها به هم میخورد، چیز همه چیز از بگم. خب دیگه برای خوب خدا رو شکر دوستایی دارم که حمایت هم میکنن. میگه داداش داره فش میده. کی داره فش میده سیروز جان؟ هر کی فش میده بالاخره بی خانوادگی خودش رو داره نشون میده. من حالا در هر صورت میگم اگه توانایی این کار رو داری، اگه دوستانی ما داشتیم و پیدا کردیم و شاید از خلال همین لایو باشه، اگه کار حسابداری دارن خب و میتونن یعنی این به قول من اون شوق و تشویق ما بهشون بدیم که کارهای حسابداریشون رو بدن به جناب آقای مرداد عزیز، بالاخره یه درآمدی هم بتونه از این خلال در بیاره. عزیز دل منی، من اگه دوستانی داشتم حتما به شما رو پیشنهاد میکنم. شما محبت بکنین، بازم تو دایرکت دوباره به من پیام بدین، شماره واتساپ من زیر همه کلیپ هام هستش، محبت کن توی واتساپ هم به من پیام بده. خب اگه همچین اتفاق و دوست عزیزی پیدا شد که بتونه کارهای حسابداریشو به شما بده یا کارهای میکسی، حالا هر هنری که دارین دیگه خودتون باشون صحبت میکنین و اینو انجام بدن، یه به قول معروف یه منبع درآمدی برای شما باز بشه انشالله. ما دعا میکنیم که این اتفاق بیفته برای شما. ایشالله بابدا خدا آقا سید، ایشالله هرچی از خدا میخوای به دوستاتون، هرچی از خدا میخوای بهتون بده، ایشالله سلامتی. ایشالله داداش از اینجا میگم، شما هم داداش منی عزیز من، خدا هیچ کسی محتاج نباشه، به هیچ کس محتاجی خیلی بده داداش. آدم من همین میگم، شما فعالیت میکنین، یعنی فقط تن به این مسئله ندین، فعالیت میکنین، حق و زحمه خودتون رو بگیرین، حالا از طریق کامپیوتر کارهای حسابداریشون رو انجام بدین، یا که به قول معروف رزق روزی که دارین میبرین هم حلال باشه هم لذت بخش باشه. وقتی آدم یه کاری رو انجام میده من همون بگیره خیلی لذت بخشه، این لذت به شما برسه، باگن همین ما تلاش میکنیم. اگر هم الان فکر میکنی هر کمکی برمیاد از دست ما، همینجا میتونی اعلام بکنی، اگه دوست داری شما رو کارتو تا بذاری اینجا. نه داداش یه چیه بگم، من یه چیه بگم، بگو داداش. من الان تقریبا 6 سال گفته اومدم این استا، خب بچه بگم دیگه، شما کارتو بگم یه دقیقه. من 6 سال اومدم این استا، خب من تو این 6 سال آقا سید درسته من شاید کم بخورم، از مثلا کم داشته باشم، ولی بابام تو آژانس کار میکنه، خدا حفظش کنه، روز بیره شب ساعت 11 میاد و تو معلول نگه میداره، با دست های کارگریت منو بزرگ کرده،
من تو این 6 سال هیچ وقت از سوء استفاده نکردم، هیچ وقت. خب از معلولیت چون قاسیت میدونه چیه؟ اگه من این کار کنم خدا از من بدش میاد، من پیش مامان بابام شرمنده میشه. خب چون من میدونه آقا سید من الان باید نوکر پدر مادرم میشدم که اونا نگه داره میدونه. الان قسمت این بود که شما همینطوری هم عزیزی، همینجوری هم بزرگی، چه با این حالت بارد. پدر مادر یه چیز دیگه. آقا جان اصلا این بحثا رو نکن، اونا بزرگن، اونا عزیزن. ببین آقا سید، پدر مادر دوست بیمنت. آفرین آفرین، دوست بیمنت. با مامان من 64 سالشه، وقتی منو میبره خیلی ببخش، خیلی عوض بکنم، همون یادشویی اینگاه دنیا رو سرم خراب میشه. نه نباید این کار بشه. من اگه بیام اون کار کنم خدا از من بدش میاد. من نمیخوام بنده بد خدا باشه. نیستی خدا کنه، نیستی خدا خدا پشت بنا خودت خانوادت بشه، قربونت برم، خانوادت بالا سرشون باشه. بازم هر چیزی که به ذهنت میرسه فکر میکنی ما میتونیم کمکت بکنیم، ما در خدمت هست. فقط ازت میخوام واسه همه مریضا، تنها من نه، واسه همه مریضا دعا کن. چشم قربونتون برم عزیز دلم، خداتون بشم، قربونتون برم. بازم میام قربونت، من در سال باز به دارو بودم عزیز دلم. قربونه آقا سید، من پتات بشم، از پیشونی تو میبوسم، خدا به سلامتی بده، انشالله معجزشی در حق تو پیاده بکنه و انشالله دوباره به سلامتی کامل برگردی. پتاتون بشم، هم شما همه بیمارا، هر بیماری که میخواد داشته بشه انشالله ایشکی گرفتار بیماری و تخت بیمارستان و اینا نشین، داستان نشه. قربونه بچه ها، من به خدا نمیذارم شما کنه، هر کی دوست داشت به آقا سید بده یا به خودم بگه من چکتونه. قربونت آقا سید، عزیز دل منی، شما تو دایرکت و واتساپ به من دوباره، حالا شماره کارتت هست، هر چی که هست، هر چی دوست داری بذار من نوکری تو میکنم. قربونت بگو چشم، درست بشم، درست بگردم یا علی خدا. یا علی خدا، یا خدا، خدا، خدا. حاج اکبر آقا، بچه محل خوبم، آقا همه تون تاج سر منی، خیلی خوش اومدی عزیزای دل منی. آقا آرات میگو من دیار بالا همشهری های آقا مهرداده از تبریز برات درخواست فرستادم. آقا آرات عزیز،